فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساعت شب و روز در قفای دل است. صفای دل خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا ای ز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد ولا تجعلنا من خصماء محمد و آل محمد ولا تجعلنا من اهل الحنق والغيظ على محمد و آل محمد، اللهم اجعلنا بهم فائزا في الدنيا والآخرة و من المغلبين. من واقعیتش اینه که کمی سینه و تبم شاید داشته باشم، ولی خب من قرار بود که راجب اون بحث طاهدین صحبت بشه. من اعتقاد دارم آدم از چشمش، از قلبش، تمام وجودش اگر تقاضا کنه برای این که یک کمی به او ارفاق کنه، کمتر بخوابه، وهم ما کمتر سفر کنه، تخیل ما کمتر ما رو مشغول بداره و قلب ما خضوعش رو و خشوعش رو و توجهش رو برای حق نگه داره، مناسبه میتونه بخواد خواهش کنه از چشمش که دستش گفتن قلب وهم تخیلش که کمکش کنه. احساس میکردم حدود 37-8 سال بر من خودم داشتم، میبینم اون ما رو تو احسان و نعم و تفضلش همراه کرامتش از خاک بیرونمون آمد، حیات به من داد، دلهای مادرها و پدرها رو برامون نرم کرد، بزرگمون کرد، مدارکمون، احساساتمون رو یکی پس از دیگری تار انداخته، به بلوغ رسانه تعلیم داد، با انبیایش، با اولیایش، با ذکر اون کرده، کلام و پاشون کاری که او کرد در حدم ما حساب بکنیم بگیم که ذلت های نهفته باوستی ها، توجه ها، اون خواهش ها، اون نیگه ها، آرزوهای ما اینا آشکار شدن و روی ما نشستن، لباس تن ما شد، ذلت ها و ضعف های ما باعث انحراف های ما شد، باعث جدا شدن های ما، باعث فاصله افتادن ما بین ما و محبوب ما شد و اینها لباس ذلت رو تن ما کرد. بیانی که تو مناجات طائبین هست، البسطن الخطایا داود، خطاهای ما از اون ذلتهای نهفته ما منشأ میگرفت و بعد همون خطاهای که ذلتها منشأ گرفته بودن لباس ذلت رو تن ما کرد، آشکار مشهور شد این ذلت، نهفته های ذلت ما رو بیرون آورد، اون چی که باعث شده ما از ربمون رو بخشیم، از عزت از دیگ فاصله بگیریم، از عزیز حکیم جدا بشیم، اون ذلت های باطنی خود ما، اون ذلت های باطنی آشکار شد، اون کبر های ما، اون نخوت های ما، حسادت های ما باعث شدن ما رجیم بشیم، ما ترد بشیم و باکیمون نباشیم، روی هیچ چیز واقع نشد. حقیقتی که انسانی هم کمی تو زندگی خودش تعمل کنه میبینه، من اینجور میبینم، شما اینجور میبینم، همه در هر حال غریق احسان و کرامت و فضل هم یا تجیبی تا حالا اومد، از چه مراحل عبور داده ما رو تا اینجا پشان میبین، ما هم روتاهی هست در برابر اون کرامت، در برابر اون که ما رو به آسمان کشانده با ملائکه خودش مشهور کرد، ما هم به خاطر کبرم، به خاطر حس، به خاطر حسادت ها، به خاطر جهل، به خاطر شتاب، حالا اینا
درشت داشت جدا شدیم رو به چی ها نگاه میکنم رحم ما معیوب خیال ما معیوب قلب ما معیوب چشم ها خراب زبان ها خراب دست ها خراب این واقعا هیچ باقی کنم من بسط دل خطایا این خطایا یه اشاره مختصر میکنم ما در فهمامون خطاکار خوب ها ما همین دین رو نفهم هر کدوم به یه بعد دین به یه روایت چسبیدیم فهم صحیح فهمی که بدون خطا باشه احتیاج به احاطه داره ما بدون احاطه حکم کردیم و این حکم رو به حق نسبت داریم هم در اصل حکم اون و هم در نسبتش و انتصابش بذارت عدیت معاقبیم معاقبه موشیم حق حکم نبود برای ما چون محیط نبود و حق انتصاب هم نبود چون متعارضاتش رو میدیدیم مخالفاش رو میدیدیم در ابواب مختلف حالا در کسب در علم در معاشرت آدم معاشرت حالا دیگه من خیلی نمیخوام بازش کنم میبینید دیگه مش خوب ها متعارض میشه اون میگه باید معاشر بود اون میگه باید معاشر نبود اون میگه باید اقدام کرد باید اقدام نکرد اون میگه باید نشست اون میگه باید رفت هر کدوم هم مستندی برن استنادی برن خطاها در حتی به خاطر اینکه ما احاطه نداشتیم همراه بود به خاطر اینکه بعد الاحاطه میزان نداشتیم من احاطه پیدا کردم فهمیدم مشی امیرالمومنین مشی امام حسن مشی ائمه هر کدوم رو شناختم یا روایات رو دیدم حالا کدوم انتخاب بود چجور میشه همینطوری را بود این داستان داستان خیلی بوهنش اکثر انحرافاتی تو برخوردها و عملها و معاشرتها شکل میگیر از همین کج‌فهمی ها شروع شده در حالی که ما خودمون رو فهم میکنیم خطای در فهم داریم دلیلمون میکنیم و ذلتهای نهفته ما که منشه این کج‌فهمی شتاب یکی از ذلتهای نهفته ما باید چه زود حکم کنیم و بعد این حکم رو به حق منتصب کنیم یفترون ولله کذبا افتراء بر خدا بدن در حد فهمش به خاطر شتاب هامون ندخلیم به خاطر عدم حلممون در برابر مذهب شتاب و عجله حالا نمیگم هواهای نفس نمیگم کبر ها نمیگم غرور ها نمیگم حسادت ها شتابمون باعث شده که بدون احاطه حکم کنیم و این حکم رو حق نسبت بدون میزان انتخاب کنیم این در مرحله فهم در مرحله تطبیق حالا من این معانی رو فهمیدم خب تطبیق کنم تطبیق احتیاج به وقوف به اقدار داره من بدونی که اندازه های طرف رو بشناسم بدونی که در شب قدر بر من اندازه های افراد نازل شده باشه برایشون حکم میکنم چه بکنم چه نه چه کارم من حکم من که اندازه های اینها رو نمیشناسم بر من نازل نشد من به شرایط اونها وقوف ندارم چه کارم که من با وسیلت محدود خودم دیگرانو به کور بکشم تازه خیال میکنم دکون باز نکردم خیال میکنم در برابر موسی موساله رو به صدا در نیام چرا آوردیم اونا اونا هم گفتن رسول تو به ما لم یفروده و قبض تو قبض تبین از سر رسول یه چیزایی میدیدن بعدم از جای پای جبرئیل هم چیزی بر میداشتن فنبذ توها می انداختن فکذالی که صد ملک نفس بعد نفسشون هم تصویل ها شروع شد بازی ها شروع گوساله ها به صدا دارن ولی گوساله ها چی خودش که صداش بود ما احتیاج به وقوف داریم اندازه افراد رو بشناسیم احتیاج به وقوف به شرایط اونها داریم این خطاهایی هست که هم در اصل فهم و هم در تطبیق هم در عمل خودمون بهش مبتلا میشیم مسدد نمیشیم شکاف هامون رو نمیبندیم گفتم یه اساسی که باعث میشه ما در اعمالمون مبتلای به خطا بشیم مال اینه که جهات و اقدار کادر ما رو نبستن و برنامه ما رو تشکیل ندادن ما میخواییم لغویت عمل رو با مستحب و مکروه بودن قضای مشخص کنیم در حال لغو رو با به تعبیر قرآن ان اللغو معرضون اعراض و اقباله جهتی هست که عنوان لغو رو مشخص کنه جهات مشخص کننده لغویت هست
اگر من میخوام ببینم فلان کارم لغو هست یا نه، نمیتونم بیا محاسبه کنم این کار مستحب هست یا نه. استحباب یه عمل حتی وجوبش معرفی نیست که این لغو نباشه تا باعث مؤاخذه نشه. نبوده برام، چرا نبوده؟ با شتابمون، با محدودیتمون، بدون توجه به سایر مسائل خاصی نظر موقع عبادت های ما بحران آمد. یاد گفتم در مسئله همون قسمت خطای در فهم باز این اشاره کنم، این روایات افضل الاعمال رو میبینیم، شاید 200-300 تا روایت داریم که افضل الاعمال رو میبینیم. خب تا من میبینم این افضل الاعمال شروع میکنم بینم، اولا دو تا افضل الاعمال که معرفی شد نشون میده که افضل الاعمال یه عنوان دیگه، دو تا روایت داریم، پس نمیتونم من شتاب. روایتی داریم مثلا شب رو بخوابی، روایتی داریم که تا میتونید خلوتی برای خودتون فراهم. من شب ساعت 7 خوب افطارم میکنم، 7:30 نماز و عشا و بعدم هم 8 بخواب. گرفتاری هست، طلایی هست، دونی که درهای دروازه ها بسته بشه، دونی که در دار و فاها بیان بگن آقا نه گزمه ها بگن که بخوابید بخوابید چه اون دونی رفت آمد میشه، که صبح رفت آمد میشه، کسی میزن من بزنم که دیگه کسی حق رو زدن نده، میتونم بزنم، میخوام به یه مستحب عمل کنم، میتونم پای رفیقم شکسته به احتیاج کمکی داره، احتیاج حمالی داره، میتونم بگم الان تا اطلاع ثانوی اینجا تعطیل شده 8 صبح بیاید، من حق این کارو دارم، بگم 6 ماه دیگه بیاید، نیست. اینها از دین دوره، فهم از احاطه به مبانی دوره. ما خیال کردیم که خلص دین را آوردیم، در حالی که به خدا قسم همون صدای بسخاله خودمون نمیفهمیم، نمیدونیم به چی مشغول شد. ذلت‌های باطن ما باعث میشه در فهم حکم و در نسبت حکم به هم و تطبیق حکم به شخص، و این شخص باید بره الان ساعت 9 بخوابه، 7 بخوابه، میشه برای اینکه ما مثلا بین و طلوع اینو درک کنیم، همه درهای تکالیفونو ببندیم که من میخوام نماز اول صبح بیدار باشم، من میخوام به فلان کارم برسم، برای اینکه من به یه ساعت درسم برسم 2000 درس ساعت درس متراکم رو ذلیل کنم، رها کنم، بکشم، نمیدونم. خدا به جهل ما بر ما ببخش و با احاطه خودش از محدودیت ما بگذار. خیلی بیچاره. گفتم ما به کارهایی مشغولیم که این لغو در حالی که خیال میکنیم داریم سنت رو میگیم، حرفهایی میذاریم که خیال میکنیم این دینه، براش مستندم میاد. ما نمیفهمیم هنوز روایی زندگی کردن معنیش نیست که من برمیشم 5 روایت بخوانم. این یه نقطه من بارها بهش اشاره کردم، خیلی هستن که با روایت حالا از اخباریون گرفتن تا شیخیه تا ما بقیه دسته ها و گروه هایی که زیاد هم تو مشهد بخشد هم که دیگه با روایت میگم بعد معنیش، خب میان روایت هم میخوام. خب با چه ذوقی روایت انتخاب میکنی تو؟ تو مدل انتخاب روایتت روایی نیست، تو با نفسانیات خودت روایت انتخاب میکنی برم. کی گفته تقریب کافی رواییه؟ کی گفته ما حتما باب العقل و بعد باب الجهل و بعد باب الجهیم به این کیفیت داشته باشیم؟ یا مثل بهار تقریب بهار کی گفته روایی؟ کتاب العلم مقدم باشه، کی گفته؟ چه سندی داریم ما برای این تقدیرمون؟ چه سندی داریم برای انتخاب روایاتمون؟ من شما رو در نظر میگم بعد آقا با روایات زندگی کرد، بعد 5 تا روایت هم میگم. خب این 5 تا روایت که تو انتخاب کردی با چه دیدی انتخاب کردی؟ خود این دید مستند به روایت نیست. مدل ذهنی که تو داری روایتو به من حق نمیکنی، اون مدل ذهنیه، اون مدل اسلامی نیست، مدل روایی نیست. همه مدعیان باید به روایت عمل کنه. خب وقتی میخواد روایت رو بخونه، من درو نمیاد از این بابل حیث که برای من بخونه، که از یه جایی که به مقاصد خودش نزدیک مسائل انتخاب بکنه. حالا هر کس از یه باب، اونی که میگه معاشر باشید از یه باب، اونی که میگه معاشر نباشید از یه باب، روایت رو میره میخونه، نمیاد لااقل احاطه به مجموعه روایت رو در نظر بگیره و بکنه. اینجاست که خطاهای باطنی ما لباس خطا رو رو دوش ما میاندازه، ذلت‌های باطنی ما و کسری‌های باطنی ما
ما رو مشتهر میکنه به دنیا، ما مکشوف میشیم، عورات ما رو بدت له و ماسه و آتوبون آشکار میشه این ضعف‌های ما. البستن الخطایا یا ثوب مذلتی، خطاها که خودشون منشأ در نفسانیات ما و در ذلت‌های باطنی ما داره، اینها لباس ذلت رو دوش من. و جللم التباعد منک لباسا مسکنتی، من وقتی که از عزت هستی جدا شدم، من فقیر، من مسکین، من چی دارم؟ چی دلخوش که من تو معلومات هم جاهلم، من تو حقایقم مدعیم، من کانت محاسن هو مساوی کیف لا یکون مساویه مساوی، من کانت حقایق هو دعاوی کیف لا یکون تکون دعاویه دعاوی. اینه بله، مثل شوخی نیست. ما داریم میبینیم هر کس از یک گوشه زده برای خودش خطی هم کشیده و دنبال چیزی هم رفته، بعدم مستند هم میکنه، روایت هم. ولی این شهامت که علاقل به احاطه روایات توجه پیدا کنه و موازین رو در نظر بگیری، اینجا میدیدن افضل الاعمال میشه بعد من نماز شب رو بخونم، من باید از ساعت هفت شب بخوابم، من باید خلوتم آغشته نشه، نمیدونم من باید آروم باشم، من باید چه باید چی باقی در حبه میره، تو میتونی ببندی در این نیست، این نیست، تو نمیتونی به خاطر روچانها از ضرورات و واجبات چشم بپوشی. همون صدای گوساله است که یه چیزی رو میبینی، یه چیزی به صدا در میاد، فقط خیال میکنی که آیت یا اینه در میاد. این در فهم، در تطبیق، در عمل هست. خطاها توسعه تطبیق هم عرض کردم، تو که میخوای حکمی رو که فهمیدی حالا بیا به فلانی تطبیق کن، آقا تو این کارو بکن، تو چطور میتونی تطبیق، تو به وقوف به اقدار او واقفی، تو به شرایط او واقفی. معصوم که سزاوارترین کسی بود که عهده‌دار تمام نفوسشون بشه، بگه تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، بیناتی با نفوس برخورد کرد، تربیت حذفی نداشت، تربیت ارشادی نداشت، آقا تو این کارو بکن، تو این کارو بکن، تو اینجا بشین، تو اونجا برو، تو برو. این بازی ها چیه؟ تربیت با کی نباش، با کی نباش، با کی نباش، این نداشت. اگه بنا بود که ما همه عوامل مزاحم رو سلب کنیم، بعد نفس رو بکنیم از تو وجود، شیطان رو بکنیم بندازیم توی حالا، نیست تربیت حقیقی اینطوری. خدایی که خودش شیاطین رو گذاشته، خودش نفوس ما رو مشتعل کرده، خودش شهوات و غضب ها و هواها رو در ما مشتعل کرده، خودش مخلوط کرده ما رو، یه روز دیگه فریاد میزنه که وام تازر یا مایوه المجرمون. وقتی من میخوام با اینکه بچه‌مو از همه عوامل مخرب جداش کنم تربیتش کنم، و خیال میکنم تربیت اسلامیه، میخوام مریدم رو با همه جدا کنم تا آدم بشه، نیستین تربیت، نه الهیه، نه اسلامیه، نه انسانیه، هیچ مبنا نداره. من دوست میخوام بگم به این قانع نشیم که خوبه، حال خوشی داره، همین فتنه، همین حال خوش فتنه، همین اعمال خوش فتنه، همینا بازی پس فرداست، همینا عامل غرور پس فرداست، همینا که انسان رو در برابر اولیایش سرگران میکنه و اونها به جنگ وادار میکنه. اون چی که باعث میشه زو سهیه یا زلگیودیه در برابر مولای خودش بیسته، جز خوارج بشه و رأس الخوارج بشه، همین نکته است. من میگم چیه؟ اون چی که باعث میشه فرق مولای شما شکافته بشه، همین بازی هاست. حفظت شیئا لغاوتا که اشیاء او احاطه نیست. این خطاها وقتی ذلت نمیاره، گفتم از ذلت ما، از ضعفای ما، از کسریای ما مایه میگیره و بعد لباس ذلت رو تن ما میکنه، مشتهرمون میکنه به ذلت، مشهورمون میکنه، بدت له و ماسه و آتوب ما آشکار میشه این حفا و تفق و یخصفان علیه من برق جنه. اینجاست مگر این که رب ما ندای ذلت ما به تنهایی ما رفت، ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا و ترحمنا لنكنن من الخاسرین، البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی. دل ما، حیات قلب ما با محبوب ماست، دل با دلدارش بنده است، حیات قلب به محبوب، حیات انسانی ما با انتخاب ما. این بحث اساسی، کسی که حیو انتخاب نکرده مرده، کسی که ذلیل ها رو انتخاب کرده، کسی که مرده ها رو یا میرنده ها رو انتخاب کرده مرده.
و علامت مرگش هم اینه که رشدی نداره، توسعه‌ای نداره، احاطه‌ای نداره. گفتم قلب سلیم قلبیست که رشیده، رشد میکنه، یعنی محبتش گسترش پیدا میکنه. محبتش فقط محدود به خودش و بچهش نیست، رشیده در محبتش. رشد لازمش سعت، وسعته. سعه لازمش احاطه است. احاطه لازمش اینه که تقلب امور و تقلب احوال درش مؤثر نباشه. حول حالا الى احسن الحال، بهترین حال اون حالی که تو محیط و احاطه بر حالات داشته باشی. ما وابسته به یه حال میشیم، حتما حال بکا عاد توجه باشه، حال خلوت. خب نیست، دنیا دنیایی نیست که اینطور راه ببره ما رو. آلوده شده دنیا، قاطی شده. گفتم کسانی که میخوان سلوکی پیدا کنن، این از گوششون بیرون ببرن که با عبادت خودشون، با صداقت خودشون، با توجه، با این خلوت ها به جای نیست. این نیست، اینا فتنه میشه، خودش عامل انفاقه است. اونی که ما رو میرسونه بلاه، اون جایی رو به همون نشون میده که خودمون ازش غافل. و اطلاعی که دنیا رو باهاش پیچیدن بی جهتی. در هر حال این شبیه هست، انشالله که توجه هایی براتون بیاد. بعد یا نه بالاتر جن 3 تا جن تصویر کرد، یا 5-6 تا مثلا نیروهای فلان در دست، شمس و مسخر و من رو مسخر، یا بعد بیاییم مثلا اشراقی بیاییم، یا ملاقاتی پیدا دیگه. این معنی ها بود. خب اونایی که تنشون به تن اولیای خدا ثابیده میشون، بعد بر همه فخر بفروشه. چه فتنه هایی، چه شکر هاست در این شهر، که قانع شدن شاهبازان طریقت به مقام مگسی. و خیلی اشاره کردم تو این حرف، حالا نمیدونم تا چند روز متوجه شدید یا بعد متوجه بشید. خیلی حرف زده، خیلی چیز رو زیرا بشده، ساده نکده. ما در فهممون، در تطبیقمون، در عملمون، عمل ما بدون تصدید مسدد نبوده، همراه طرح نبوده، لغو عمل ما مشخص نیست، چون میخواییم با استحباب لغویت مشخص کنیم. نمیدونیم کجا باید بخندیم، کجا باید گریه کنیم، کجا باید بدویم، کجا باید بنشینیم. نمیدونیم باید کجا برنامه ایمان. همه کارهای پراکنده وقتی تو مقصدی داری لغو نیست، موصل به مقصد تو باشه لغو. این حالیمون نیست ما. من این خیلی حرف اینا، لغویت رو با سنت نمیشه تشخیص داد. این تعبیر عن اللغو معرضون اینو به ما حالی میکنه. اعراض عن اللغو لازمش اقبال، یعنی اعراض و اقبال هست که لغویت قضیه رو نمیشه. اقبال و اعراض عن الجهه باعث مشخص شدن لغویت اولی در عملمون، اونم در تطبیقمون. قواعدی پیدا کردیم که تطبیق وقوف نداریم، نه به اقدار، نه به حدود و شرایط فهمازه، همینطور استخاره. و خیالم میکنیم اینم باز حجت، و اگر حجت هم باشه استخاره دیگه در نهایتش در یه حدش دعاست، در یه حدش هم قرعه است. قرعه هم لکل عمل مشکل، تو مشکل هم افعل و لا تفعل، نه خوبه و بد. تو چه میدونه خوبه یا بده؟ وای به اینکه من بیام رو حیرت دیگری برای او حکم بکنم. تو اگر خودت به مشکل افتادی افعل لا تفعل داری. اینه که میاد وقت حجت شرعی میشه، آدم میخواد در رو وا کنه، در خونش رو به استخاره، بعد استنادم به حق میگه خدا اجازه داده. این دین با همین حجت در برابر حق نیست. کجا یکی همین اخباری ها میگفتن مثلا بحث اصول رو نمی تو اینو حجت میدونی، بحث از این حجت و عدم حجتش مباحث اصولی کجا اینا؟ تو چطور میتونی با این منطق در برابر حق ارزندان؟ خلاصه خطایا که لباس ذلت رو تن ما میکنن، در فکرمون، در وهممون، در تطبیقمون، در فهممون، در عملمون، و همه در همه برنامه ریزیمون. هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خیال میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا زنا میکنه خیال میکنه کار خوبی داره میکنه؟ نه، این نیست. نماز شب هم نه، طاعاتو داره میاره، نمیفهمه داره چه میکنه، نمیفهمه، سر پستش نایستاده. شأن این نیست باشه بره این کارو بکنه. بهش گفتن تو اینجا وایسه بین شکاف کوه، ول کرده رفته مثلا قناعم جمع، اونم نه برای خودش، مخلص هم هست، میخواد بده به یه مؤمنی، میخواد خونه بسازه برای آقا، میخواد زاپاس ماشین آقا رو درست کنه. نیست، تو مکلف به این نیستی بدی. این که خلاص بس خودتون تقاضا کنید، خواهش کنید، این دلتون رو دید. نمیتونم بزن. دیدید بچه رو آدم با چقدر نوازش میکنه خدا. ازش بخواید یه ساعتی رو به چشمتون اصرار کن تا
حالا پیش بگید ما یا اون ما برای تو دو بیدیم ولی توی یک ساعت دارم نمیشه بگید یا عمری ما برای حمال خطای های چشمون واقعش خیلی ما برای اینو فدا کنید هستیم اینو فدای اونا کرد همون جمله هست الا که اشکو الی که نفسم به سوء اماره الا الخطیت ماسی که مولد تسرو مسائل و تجعلونی امنک احبرا تو به ما بگی روز قیامت که حسابتون با خودتون و عزت خود قصد که سر این مزیر میاندازه که تو آتش فرو میتونی چه عجب برای شهبات بون برای غذاب ها غذاب های دیگران برای دنیای دیگران چقدر ما فانی هستیم تو از خوبی های ما بگیزه یکی از آقایون میگو این جمعه رو نگی اگر ما بفهمیم که طاعتمون جرمه اون موقع خیلی راحت کسی که انکسار رو پیدا کرد و فهمید که هیچی تو دستش نیست دست طاعتش مرکبی نیست که تا اون مقاصد راهش رو ببینه این علاقه شل تا اونجا ها نمید راهی کمیر اون مومنین فریادش بلند آه من قلت زاد و بود طریق مردان راه به تعبیر امید مردانی که قلوب هم فلجنان و اجساد هم فلعمل کسایی که دلاشون تو بهشت بود ولی تنشون تو دنیا سخت کوش بود اونا وقتی که میگن من قلت زاد ماهایی که دلمون نه تو بهشت که تو اون طرف عالم رحم مادره بود مبتلایی مبتدلی و اجسادمون هم نه در عمل در تسبیح و اجتراح و اتصاب باهم راهی که مردان راه فریادشون بلند شده دیگه با این علاقای شل اعمالمون کجا میتونه خدایا به پهلوی شکسته فاطمه دست به فرق شکافه موبانی این کشتی شکسته ما این طوفان مهلک خطر سازه بر ما احاطه پیدا کرد تو با کفایت خودت با سلامت و عافیت و عنایت خودت عهده‌دار تو با بالای رویان گرز شاخ عشق چیدنها من و چون قانچه از دست تو پیراهن دریدنها تو با بالای رویان گرز شاخ عشق چیدنها من و چون قانچه از دست تو پیراهن دریدنها من و پیوند مهر از جان بریدن در تمنایت من و پیوند مهر از جان بریدن در تمنایت تو با از مهربانان رشته الفت بریدن ها تو با از مهربانان رشته الفت بریدن ها